شکری شما به عنوان فعال حقوق بشر در رویداد 21 سپتامبر در ساروز تولد محسا امین در اتاوا حضور داشتید به ما بگید که چطور پیشرفت این رویداد و چه دستاوردهایی داشت سلام بله در اتفاقی که در 21 سپتامبر در پارلمان کانادا افتاد که خب این نوع از ایونت ای ها توی کانادا به عنوان هیل شناخته میشه در روز تولد مهسا امینی دوستانی هستند در کانادا که ما مطلع بودیم و خود من هم در جاهایی که لازم باشه باشون همکاری میکنم که روی مسئله پناهندگان به طور خاص کار میکردن و سعی میکردن از تمام مکانیزم هایی که در کانادا وجود داره برای کمک به پناهندگان ایرانی به طور خاص پناهنده های یک سال اخیر که خب تعدادشون خیلی زیاد شده و یک گروه خاصی ایجاد شده که حالا در ادامه اگر لازم بود میتونم توضیح بدم این دوستان تو این زمینه ها فعال بودن و در یک برهه از این زمان به این نتیجه رسیدن که چه خوب هستش که یک هیلدهی برگزار بشه مراجعه کنن به پارلمان کانادا نمایندگان پارلمان و سناتورها با اونها دیدار داشته باشن و این نگرانی ها رو منتقل کنن و درخواست کامیونیتی ایرانی رو در رابطه با پناهنده ها و خب بعدها چون گروه های مختلفی پیوستن به این ایونت درخواست های دیگه هم بهش اضافه شد فکر می کنم از اپریل تقریبا از بهار تقریبا صحبت شد با توجه به تعطیلی پارلمان و موارد دیگه نتیجه گیری شد که در اولین هفته بعد از بازگشایی پارلمان بعد از تعطیلات تابستون این اتفاق بیفته خب تقارن داشت با سالگرد جنبش زن زندگی آزادی جنبش انقلابی زن زندگی آزادی و سال مرگ یا در حقیقت سالگرد قتل محسن جینا امینی ما از پارسال میدونستیم که تاریخ تولد رسمی یا حالا به قول خودم شناسنامه محسا چند روز بعد از مرگش هست و تقارن همه اینها موجب شد که 21 سپتامبر روز تولد شناسنامه ایش انتخاب بشه اولین هفته بازگشایی پارلمان و گروه های دست به دست هم دادن در حقیقت ابتکار عمل رو گروه رین جاستس کالکتیو داشت که یه گروه هستن بیشتر از نسل های کامیونیتی فعال کانادا به همدیگه پیوستن بعد از انقلاب جینا محصای ارگانیزیشن حقوق بشری نان فور پرافیت رو تشکیل دادن و از دیگر اعضای فعال کامیونیتی دعوت کردن که به همراهی اونها به پارلمان برن و درخواست ها رو انجام بدن از این گروه هایی که همراهیشون کردن انجمن خانواده های پرواز پی 752 هست که دو نمایندهشون تو اون جلسات حضور داشتن آقای حامد اسماعیلی و آقای کوروش دوستشناس سخنگوشون و فعالین مستقل مدنی بودن و فعالینی بودن که در این ایونت به صورت فعال مستقل شرکت کردن ولی هر کدومشون تو شهرها و محیط خودشون نهادهایی رو راه اندازی کردن یا لید میکنن بزرگترین قسمت موفقیت این جمع من فکر میکنم این بودش که به صورت طبیعی یک جمع پونزده نفره از شش شهر کانادا هفت خانوم هشت آقا دو عضو جامعه LGBTQ+ توی این جمعی بودش که این ایونت رو برگزار کردن موفق شدن سی در حقیقت قرار رو با نماینده پارلمان و و سناتورها انجام بدن قرار رو فیکس بکنن من میدونم که قرارهایی رو مجبور شدن رد کنن بخشش به دلیل حساسیت های خاصی که تو کامیونیتی ایرانی وجود داره و بخشش به خاطر کمبود زمانی روزهای آخر بود و مجبور شدن ریجک کنن منظورم این هستش که بازخوردی که در پارلمان داشت یه گروه 15 نفر از کامیونیتی ایرانی میخواد بیاد و دیدار بکنه بازخورد خیلی خوبی بود استقبال زیادی شد خود حتی من میدونم که پالیسی گلوبال پالیسی کوردینیتر حزب لیبرال باشون تماس گرفته بود و گفته بود که شنیدیم میخواین بیاین پارلمان و ما کمک میکنیم که مثلا جلسات بیشتری براتون بکنیم یا یه جلسه گروهی بکنیم و فکر میکنم از ابعاد مختلفی موفقیت بود و نکته آخر که باید اضافه کنم اینه که به قول خود کاناداییها ها first of its kind بود این اتفاق تا به حال ظاهرا در کامیونیتی ایرانی کانادایی این اتفاق نیفتاده بود که یک جمع متکثر از سراسر سر کانادا برند و پیغام واحد درخواست واحد و صدای واحدی رو از طرف کامیونیتی منتقل بکنن اتفاق در ابعاد کوچکتری از طریق لابی جمهوری اسلامی و احتمالا سازمان مجاهدین خلق افتاده بود ولی کامیونیتی به این شکل فعال و متکسر فکر میکنم برای اولین بار بود. اشاره کردید به وضعیت پناهنده ها و اینکه خب یکی از اصلی ترین مسائلی که مطرح شده در مورد پناهنده ها بوده وضعیت پناهنده ها الان تو کشور همسایه ایران چطوره تو یک سال اخیر بعد از جنبش زن زندگی آزادی چه تغییراتی داشته و شما چه آمارهایی دارین از این وضعیت الان واقعیتش اینه که آمار رسمی و علمی من بخوام به شما ارائه بدم الان در دسترس ندارم آماری که میتونم بهتون بدم آماری شاید بشه گفت تجربی هست که فعالیت داوطلبانه که این یک سال من داشتم و با همین گروه هایی که همکاری کردیم با هم دیگه برای کمک به پرنده ها که محدود به یک یا دو گروه هم نمیشه میتونم از روی اون عدد بگم به طور فضاینده ای تعداد موردهایی که حالا بهشون امرجنسی یا ارجنت میگیم موارد اورژانسی و که نیاز به کمک های پزشکی دارن بسیار زیاد شده توی این یک سال خب قبلا همیشه مسئله پناهنده ها مسئله پرچالشی بوده پناهنده هایی وجود دارن بالای ده سال از سال 2013 پناهنده هستن ما در جریانیم از سال 2015 2018 که منتظرن خانواده های با بچه های کوچیک در خطر دیپورتی پر از استرس و استراب و کم بوده حتی امکانات اولی آموزشی برای بچه ها و تحصیلی و پزشکی ولی اتفاقی که تو یک سال اخیر افتاده اتفاقیه که بچه های مجروح داریم دخترهایی داریم که تو زندان بهشون تجاوز شده و اینها دیگه کیس های بسیار خاصی هستند که توجه ویژه میخوان یا کیس هایی هستن که فعالیت مدنی و حقوق بشری داشتن مجبور شدن از مرز قاچاقی فرار کنن جونشون در خطر هستش این دیگه وضعیتش با اون اون کیس هایی که فکر میکنن به دلیل عقایدشون یا به دلیل نقض حقوق بشر حقوق اولی بشر تصمیم گرفتن خیلیاشون رفتن کشورهایی که ویزا نمیخواسته یعنی تصمیم گرفتن رفتن سوار هواپیما شدن رفتن که اونها هم قطعا باید بهشون رسیدگی بشه و توجهی به اونها هم شده علاوه بر اونها حالا کیس هایی رو داریم که واقعا نیازهای درمانی دارن جونشون در خطر بوده و رسیدگی جدی و سریع به وضعیتشون نیاز هست بارسترین مثالش که همه ما اسمش رو شنیدیم زانیار تندرو بوده که روی قایق بود و در خطر عفونت مغزی وجود داشت و همه اکتیویست ها به تکاپو افتاده بودن که سریع راه ممکن بتونن به یک جای امن برای امکانات درمانی برسوننش در صورتی که منتقل شده بود به کمپ دیپورتی و خب باز هم همین فعالیت حقوق بشری نتیجه داد و دست دوستان در اروپا درد نکنه متاسفانه سیستم کانادا یاری نکرد با اینکه یک پزشکی وجود داشت که در ونکوور تمام هزینه های درمانی را تقبل کرده بود سیستم صدور ویزا در حقیقت یاری نکرد برای کانادا ولی بچه های اروپا تونستن خوشبختانه هم کمک کنن که از کمپ بیان بیرون هم سری کارشون درست بشه و برن به یک خاک امن برای رسید و, ب... که همزمان رسیدگی پزشکم هم بهشون انجام میشه و این دقیقا یکی از مواردی بود که توی جلسه با نماینده پارلمان حداقل تو جلسه های که خود من بودن و مطمئنم بقیه دوستان اشاره کردیم که چطور یک کیس زانیار تون رو به این شکل از طرف کانادا بهش بررسی میشه و یه سر مسائل از این دست هم در کنار همین درخواست های مطرح شد. خب اشاره کردیم به اینکه این مسئله پناهجو داره تو کشورهای مختلف از جمله حالا اروپا پیگیری میشه علاوه بر کانادا به نظر شما چه راهکارهایی رو میشه پی گرفت تو کشورهای دموکراتیک برای کمک به مسئله پناهجویان ایرانی چه سازوکارهایی اصلا وجود داره تو کشورهای دموکراتیک برای این مسئله من فکر میکنم که همین روشی که یه گروهی از دوستان دور هم جمع بشن و از قابلیت هاشون استفاده کنن برای همین که نهادهای کوچیک حقوق بشری ایجاد بکنن و واقعا نیاز به هزینه های زیادی هم نیست من نمونه که میدونم تو کانادا دارن کار میکنن خیلی هاشون آدم مثل مان و از همین از جیب خودشون مثلا یه وبسایت راه اندازی کردن یه ایمیلی گرفتن و دارن سعی میکنن کمک بکنن یعنی هزینه های چندانی نداره هزینه اصلی اون وقت و انرژی سوادیه که این بچه ها دارن به کار میبرن که براش نمیشه هیچ قیمتی گذاشت و مثلا میدونم تیمی که یک نفر فقط توشون هست که با سازکارهای مهاجرتی و پناهندگی مثلا کشور کانادا مثال بزنم براتون آشناست و از اون سازکارها داره کمک میگیره چون برای مایی که تو کشوری دموکراتیک زندگی میکنیم میدونیم که روش ها چیه و سیستم طوری طراحی شده که ما دسترسی داشته باشیم به نماینده های مجلسمون به نماینده های دولتمون و من فکر میکنم دوستان در هر جای دنیا که هستن بتونن اون سازکارهایی که از نظر قانونی تو کشورهایی که وجود دارن پیدا بکنن و بعد مطالبه گر باشن حتی در حد اینکه یک فرد با نماینده مجلس خودش تو منطقه خودش مکاتبه کنه وقت بگیره بره صحبت بکنه خب من میدونم این کار تو کانادا ما روالش میدونیم ولی بله حتما کشورهای دموکراتیک دیگه هم روش مشابهی دارن و این پیغام رو به دولت مردای خودشون برسونن و بتونن از اون دولت مردها و دولت زنهای خودشون برسونن و بتونن از اون ساز و کارها به نفع جامعه ایرانی استفاده کنن تو خیلی از جاها مثل استرالیا مثل کانادا که کشورهای مهاجرپذیری هستن این مسیرها وجود داره این کشورها دار یا مدعیان حقوق بشر هستند پس ما باید از این ابزارها و مکانیزمها استفاده بکنیم به نفع جامعه ایرانی که در حقیقت توی کشورهای در اطراف ایران و حتی مثلا مواردی هستن تو شرق آسیا واقعا میگم گیر کردن تو شرایط خیلی بدی هستند و از کوچکترین حقوق اولیه زندگی محرومن